بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران و خواهران بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم با صحت و سلامت باشین و شبها و روزها را در چوکات هدایات الله متعال بگذرانید. ماه مبارک رمضان که به خیر رو به شروع است و ما و شما در اولین شبش قرار داریم و به خیر روزه را شروع میکنیم، لحظات بسیار مبارک و لحظات بسیار پر تهیج و پر شور و شعف است. ای که الله متعال ما و شما را حیات داد و زنده نگاه کرد و با صحت و سلامت نگاه کرد تا که شاهد باز ات یک ماه پر عظمت شویم و بتانیم که به عبادت و بندگی الله بپردازیم، یقینا که جای بسیار خوشی و مسرت است. ما و شما وقتی از رمضان به یاد ما میآید، در چند روز گذشته پیش از اینکه رمضان شروع شده باشه، حتما یک شور و شعف باید در قلبهای ما تازه شده باشه و حتما باید به یک حالت تهیج و هیجان باید آمده باشیم، و اگر نامده باشیم هنوزم سر وقت است که بخیر به هیجان بیاییم. چرا به هیجان نبیاییم وقتی که در یک ماه معظم الحمدلله شروع شده؟ ماه رمضان ماه فوق العاده بزرگ و پر عظمت الله هست که هر انسان، مخصوصا انسان مسلمان، اگر یک کم دقیق شوه و تفکر کنه حتما بسیار به جوش و خروش می آید. مثلا ماه رمضان ماه غفران نعمت گناه هاست، ماه غفران گناه هاست. در این ماه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی ما ایمان روزه بگیره به اساس احتساب و به اساس محاسبه با خود و به اساس ایمان، تمام گناهانش بخشیده میشه. آیا ما خودت کم گناه داریم؟ نمیخوایم که ات یک ماه مبارک داشته باشیم تا ای که گناه های ما تمامش بخشیده شوه؟ ولی یقینا که هر مسلمان به خوشی و بسیار فوقلادگی ایمان را استقبال میکنه و به شور و شعف میآید که ات یک ماه آمده که بخیر تمام گناه های ما میتونه بخشیده شود. ای ما ای ما ماهی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه دروازه های دوزخ بسته میشه و دروازه های جنت باز میشه. سبحان الله. دوزخ که هر مسلمان باید شب و روز در فکرش باشه و از او یک ترس و یک نگرانی داشته باشه که مبادا که من کار کنم یا طور زندگی کنم که باز به دوزخ بینجامم، الله متعال میگه در این ماه بسته میشه دروازه هایش و در مقابل جنت دروازه هایش باز میشه. جنتی که همیشه آرزوی یک مسلمان است و شب و روز تمام حیات خود باید یک مسلمان ای آرزو را به دل بپرورانه و به چقدر شوق همیشه درباره جنت فکر کنه که به خیر یک روز بتانم به جنت برم و حیات ابدی موفقیت حاصل کنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه در این ماه دروازه هایش باز میشه. سبحان الله. ماه رمضان ماه نزول قرآن است، قرآن کریم است. در این ماه این نعمت بسیار بزرگ به ما و شما نازل شده. چطور که به شور و شعف نبیاییم که نزول قرآن سالگریش به اصطلاح آمده که ما از این طور یک نعمت بزرگ استفاده میکنیم و نعمتی که برای تمام بشریت آمده، نعمت سرنوشت ساز بشریت که تمام هدایات لازمه را که انسان ضرورت داره با مجموع هدایاتی که به تمام پیغمبرهای دیگه الله داده در این کتاب یک جا ساخت و کتابی را که الله متعال ضمانت کرد که ما این کتاب تا روز قیامت از هر نوع تحریف و از هر نوع تغییرات می را محافظت میکنم، یقینا که یک نعمت بزرگ برای نه تنها مسلمان ها، برای تمام بشریت است که گفته های تمام پیغمبرهای سابق و اصلی ادیان گذشته هم در اینجا
محفوظ شده، یقینا که انسان به شور و شف میآید که تو یک ماه بخیر آمده. رمضان ماه فقیرا و بینوایان است، ماه کمک به فقرا و بینوایان است. یعنی این ماه انسان زیادتر به فکر و به یاد بینوایان باید پرته، بر از اینکه وقتی که در طول روز ما و شما روزه میگیریم گشنه و تشنه میشیم، از دل باید غریب و بیچاره زیادتر بیاییم و زیادتر در این ماه دست خود دراز کنیم به خدمت غریب و بیچاره و فقیر. و این ماه واقعا که یک نعمت الهی است که به ما نصیب میشه. رمضان ماه رحمت الله متعال و پروردگار جهان است. در این ماه رحمت الله میباره بالای انسان ها و بالای مسلمان ها، مخصوصا که روزه میگیرن و عبادت میکنن. و در این ماه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که اگر کسی یک نفل انجام میده برابر یک فرض ثواب داره، و اگر یک فرض انجام میده 70 مرتبه ثوابش زیادتر است. سبحان الله، چطور که انسان به شور و شعف نبیاید که طور یک ماه شروع میشه به خیر شروع شده. مثل از این که اگر یک جای برادم بگه که 70 مرتبه برات زیاد داده میشه هر چیز، یا 70 مرتبه قیمت یک چیز پایین آمده اگر میخری، چطور کسی به شوق نمیاید که بره از این استفاده کنم. ماه رمضان ماه انسان به خاطر سعادت و به خاطر پیشرفت است. بله، در این ما انسان پیشرفت میکنه و سعادت حاصل میکنه از طرق مختلف. ما و شما اگر کمی دقت کنیم، کمی توجه کنیم، این ما سراسرش رحمت است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بسیار زیبای بر ما میفرماید که در آخر شعبان رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه را ایراد فرمودند که سلمان فارسی روایت میکنه در بیهقی که ای مردم، ماه مبارک و عظیم بر شما سایه افگنده، ماهی که یکی از شبهای آن بهتر از هزار ماه است. خداوند روزهش را فرض و نماز شب آن را سنت و نفل گردانیده است. کسی که در این ماه کار خیر انجام دهد تقرب به الله حاصل می کند و ثواب فرض را به دست می آرد، و کسی که در رمضان فرض را ادا کند ثواب 70 فرض را برایش داده می شود. 70 فرض، سبحان الله. چطور که این حدیث و این گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودت به شعور و شعف نبیاره. یقینا که انشاءالله به شعور و شعف آمدیم بخیر و این ما را به درجه اعلی استقبال می کنیم و با این انشاءالله ادامه می دیم. ما شما صحبت های داشتیم و باره از این که انسان باید ماه رمضان که شروع میشه بسیار با یک شوق و با یک ذوق ما را استقبال بکنه و خودش از داخل و از دور پیشش باید با یک شور و شعف بیایه و شور و شعف احساس کنه. و یادآوری کردیم که حتما یک مسلمان اگر کمی چیزها را به یاد خود بیاره راجع به ما به شور و شعف می آید. ما ماه عبادت الله هست، ماهی است که انسان به یک شکل خاص کل ما را در عبادت میگذراند. وقتی از عبادت گپ میزنیم، بیننده های بسیار عزیز، ضرورت میشه که یک کمی ما و شما در عمق و فلسفه عبادت داخل شویم. ما و شما میفهمیم که الله انسان برای بندگی و عبادت خود خلق کرده. چرا الله متعال میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسان و جن را خلق نکرده ام مگر برای بندگی و عبادت خود. کلمه عبده ام عبد بنده است و عابد عبادت کننده. یعنی الله هدف آیات ما را تشریح میکنه که بندگی و عبادت او تعالی است. طوری که میدانیم الله متعال هیچ ضرورت برای بندگی و عبادت ما نداره. یعنی به خود کدام پرزو نکده، کدام
رواداری به خود نکرده، از این کدام مفاد خود الله نمیگیره که بعضی کسا فکر کنه که ما را الله برای بندگی خود، برای عبادت خود خلق کرده، خیلی برای خود میخواسته چیزه. نه، بندگی و عبادت الله متعال واقعا شرف و بزرگی انسان است. انسان ارقدر که بندگی الله را به شکل درست انجام بده، از او یک انسان بزرگ جور میشه، یک انسان بسیار نسبتا کامل و یک انسان بسیار پخته، یک انسان بسیار فهمیده، یک انسان بسیار هوشیار و یک انسان بسیار مفید و مثمر. بله، از این خاطر است که الله متعال عبادت و بندگی خدا هدف حیات ما ساخته، تا که بندگی و عبادت الله را ما وقتی به صورت درست انجام بتیم، خود به خود ما را بهترین انسان می سازد. عبادت و بندگی الله ما را به طرف تکامل و پیشرفت می برد. ما ارتقا می کنیم از هر نگاه وقتی که عبادت و بندگی الله را به شکل جامع و به شکل مکملش انجام بتیم، نه به شکل بسیار تنها میخانیکی یا فیزیکی. وقتی عبادت الله را به شکل جامع انجام بتیم، سراسر ما مفادهای عبادت هم در این دنیا انشاءالله حاصل میکنیم، هم در آخرت. و به می لحاظ، به می خاطر الله متعال هدف حیات ما را بندگی و عبادت خود تعیین کرده. این حال وقتی که الله متعال ما را برای بندگی و عبادت خود خلق کرده، پس عبادت و بندگی تنها محدود نمیشه به نماز و روزه و غیره. ما میتونیم طور زندگی کنیم که تمام حیات ما عبادت حساب شود. بله، امیر الله میخواه از ما که در هر امر حیات طور زندگی کنیم که بندگی الله را انجام بتیم، هدایات الله را سر خود تطبیق کنیم و از هر قسمت حیات خود ثواب حاصل کنیم، اجر حاصل کنیم، رضای الله را حاصل کنیم. وقتی که امی چیزا حاصل شد، این مثل عبادت واره میشه. بله، یعنی نه تنها در وقت نماز و در وقت روزه گرفتن، بلکه در همه امور حیات، در وقت درس خواندن، در وقت کارخانگی کردن، در وقت انجام کار خود در دفتر، در وقت داشتن وقت فامیلی و خانوادگی ما امرای خانواده و فامیل، وقتی که میشینیم، وقتی که نان میخوریم، وقتی که چای میخوریم، وقتی که صحبت ها میداشته باشیم، پروگرام های اجتماعی میداشته باشیم، تمام از اینها میتونه که عبادت انشاءالله شود. چه وقت میتونیم دیگه امور حیات خود به عبادت تبدیل کنیم؟ وقتی که عبادات فرضی و واجبات، عبادات لازمه را اول انجام بتیم، یعنی دو را کوشش بندگی خود به شکل حالا انجام بدیم که نماز و روزه و چیزایی را که الله فرض ساخته، ای گفته میتونیم عبادات خاص بعد از این که انجام دادیم، بعد از این در دیگه امور حیات خود وقتی کوشش میکنیم که او هم عبادت شوه، یعنی وقتی است که امکانش است. ولی دو شرط مهم است در هر عمل برای از این که او عبادت حساب شود. شرط اول ایست که باید نیت ما کسب رضای الله باشه. بله، در هر کاری که انجام میتیم باید نیت ما کسب رضای الله باشه. بعض اوقات ما شما خود گفتیم که این کار یا او کار یا این کار بر رضای الله چی؟ نه تو نیست برادر محترم، هر چیز بر رضای الله ارتباط داره. یعنی یکمه که باید در عقل خود، در فکر خود کمی که تفکر کنیم، هر چیز میتونه بر رضای الله ارتباط بگیره. مثلا ما و شما میریم کار، دفتر میریم، باید به یاد خود بیاریم که چرا ما دفتر میرم، چرا کار میرم. به خاطر از این که میخوایم یک انسان فعال باشم، خدای متعال که مرا خلق کرده انرژی داده، انرژی و توان خود میخوایم که برای کسب کار و برای انجام کار و برای از این که فعال باشم در جامعه
و خیریم به دیگرا برسه، به خودم برسه و نفقه حاصل کنم برای فامیل خود، ای کار میکنم. پس ای کار، چون ای کارا را الله برای ما تعیین کرده و ای وظایف برای ما الله داده، پس انشاءالله الله از ما راضی میشه که ای کار انجام بتم. لذا رضای الله، کسب رضای الله، اینجا نیت ما شد که به این خاطر ما کار میرم که رضای الله را حاصل کنم. اما تو مثلا اگر درس میخوانیم، کارخانگی میکنیم، نگیم من فعلا یک متعلم هستم، یک محصل هستم، وظیفه اصلی من درس خواندن و تحصیل کردن است و میخوایم تحصیل به خاطر ازی کنم که یک روز یک مسلمان خوب باشم، یک شهروند خوب باشم، یک شخص مفید به جامعه و به مردم باشم و علم حاصل کنم و علم در خدمت دیگران قرار بدم. پس اینجا درس خواندنم، کارخانگیم هم و انشاءالله سبب رضای الله میشه. یعنی اول شرطی است که ما نیت خود را چک کنیم، به اصطلاح بررسی کنیم و بفهمیم که نیت ما کسب رضای الله است. دوم شرطش است که عمل ما جایز باشه، عمل ما در اسلام، یعنی عمل باشه که در اسلام جایز است، اجازه است. انشاءالله عمل کم زیادتر تشریح میکریم بعد از وقفه، که وقتی دو شرط ادا شد، هر عمل ما، هر کار زندگی ما میتونه عبادت حساب شود. بیا که با وقفه بریم و پس بعد از وقفه انشاءالله ما و شما صحبت خدا ادامه میدیم. بینندگان عزیز، ما شما صحبت های داشتیم راجع به فلسفه بندگی و عبادت الله و برازی که گفتیم عبادت و بندگی را الله ضرورت نداره از ما، این عبادت و بندگی الله سراسر به مفاد خود ماست، هم در دنیا هم در آخرت. و ما و شما وقتی که بندگی الله را انجام میتیم، یک انسان بسیار خوب میشیم. و این که عبادت و بندگی تنها منظورش از نماز و روزه نیست، بلکه دیگر اعمال و کارهای خود هم میتونیم عبادت بسازیم. و گفتیم برازی هر کار وقتی میتونه عبادت شوه، بعد از اینکه عبادات خاص انجام دادیم، که دو شرط در او لازم است. یک شرط اول گفتیم نیت ما پاک باشه، برای رضای الله باشه. دوم خود عمل یک عمل جایز باشه، یعنی یک عمل باشه که او در اسلام جایز است، اجازه است. یک کار حرام نمیتونیم که بگوییم عملم پاک است. مثلا یک کسی به خاطر از اینکه بگویم من میرم غریب کمک میکنم، پیسه را از یک جای دزدی کنه، بگویم من غریب و بیچاره را میتم، اینجا ولو که نیت انسان پاک است، اما عملش غلط است. دزدی کردن اجازه نیست در اسلام. یا مثلا یک آدم سرچپی ازی، عملش پاک است اما نیتش خراب است. مثلا انسان نماز میخوانه، نماز خواندن عمل پاک و جایز و خوب و حتی فرض و لازم است، اما اگر نیت انسان ریا باشه، که باشه یک آدم من نشان بتم که امام نماز خوان هستم، ولی نماز به خاطر خدا نمیخوانیم، به خاطر نمایش یک شخص میتیم که باش پدرم یا کسی مرا بگه که چی خوب نماز خوان هسته، دیگه اینجا باز چی شد؟ عمل جایز است اما نیت خراب شد. یعنی باید هم نیت پاک باشه و هم عمل جایز باشه. این وقت است که این عبادت حساب میشه. چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه انما الاعمال بالنیات، اعمال هم به اساس نیات است و خود عمل هم. الله متعال پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه باید یک کاری که برای الله میکنیم باید پاک باشه، طیب باشه. الله طیب پاک است و عمل پاک میپذیره. لذا به این شکل میتونیم که کل زندگی خود عبادت بسازیم. بله برادر خواهر عزیز، بعد از اینکه عبادات خاص انجام دادیم، وقتی که خانواده خود میشینیم برای یک ساعت صحبت میکنیم، همین صحبت ما میتونه که یک عبادت حساب شوه، و شرطی که پیش از صحبت کد خالق خود یک راز و نیاز کنیم که ما میخواییم یا الله در این صحبت خود رضای تو را حاصل کنم، نیت ما همین چیز باشه. و باز در صحبت خود هدایات الله را مراعات کنیم، مثلا در صحبت خود صادق باشیم، در صحبت خود اخلاص داشته باشیم، در صحبت خود یک کس توهین نکنیم، در صحبت خود بسیار آداب صحبت مراعات کنیم، الله به یاد ما باشه، چیزهایی بگیم که به خیر خود ما، به خیر دیگرها باشه. این حال بعد از صحبت، در آخر صحبت ملک بر ما نشته میکنه یک حسنه، یک ثواب. از صحبت خود، از با خانواده خود ما یک ثوابی حاصل کردیم و رضای الله را حاصل کردیم. اگر ما تر کارخانگی خود میکنیم، درس میخوانیم، در دفتر میریم، در هر جای دیگه در بازار میریم که یک چیز میخریم،
نیت ما وقت رضای الله باشه، کسب رضای الله و عمل ما عمل درست باشه، بر اساس چوکات هدایات الله باشه، ما میتونیم کل زندگی خود را عبادت بسازیم. سبحان الله، این دین مبارک اسلام است که به این شکل تمام حیات ما را پر از عبادت میتونه بسازه و عبادت منوط نمیشه تنها به نماز روزه و زکات. اما این عبادات خاص، این نماز روزه و زکات عبادات خاص است، اوامر خاص الله است و این عبادات اگر به شکل درست انجام میشه، اما وقت است که باز دیگه کارهای ما را شخصیت ما طور عیار میشه که باز به فکر ازی میشیم که هر کار ما عبادت شود. لذا تمرکز و توجه به عبادات خاص اهمیت بسزای خود داره که باید توجه کنیم، مخصوصا که حال بخیر ماه عبادت رمضان است و سر روزه و فلسفه روزه هر قدر که داخل شویم و بپیچیم، باز عظمت این گپا را زیادتر درک میکنیم که سبحان الله چقدر الله رحمت خدا به حق ما جاری ساخته که ما را بر ما ماه رمضان داده و بر ما وظیفه داده که روزه بگیریم. این روزه چقدر عبادت زیبا، عبادت لذت بخش، عبادت فرحت بخش، عبادت پر سعادت است. این عبادت است که انسان واقعا به درجه اعلا بالا میبره، انسانیتش شخصیتش بالا میبره و از انسان یک انسان بسیار مفید، یک انسان بسیار خوب، یک انسان بسیار مثمر میسازه. ولی روزه امی اسرار داره اگر ما به شکل درست روزه بگیریم. ببینین برادر و خواهرای عزیز، اکثرا ما و شما عبادات دیدیم که مردم به شکل بسیار میخانیکی انجام میده. مثلا اگر نماز از طرف و طرف خود پایین مندازه و نماز خلاص میشه، خب الحمدلله اقلا فرض انجام داد، اما میبینیم که بعد از نماز به دروغ گفتن میپردازه، به چالاکی و چوتاری و به جان زدن و دیگه میبینیم اخلاقش که تکبر، کاکگی، غلمغال، اصاب خرابی، جنگ، داوا. چطور امکان داره که او طرف تو رویت به خاک ماندی پیش الله، اقه خود شکستاندی و اقدر خود متوازی ساختی، آل تو اخلاقت رویت با مردم با مخلوق خدایی قسم است؟ این چطور امکان داره؟ حتما پس درست نماز نخواندی که سر شخصیت تاثیر نکده، سر قلب تاثیر نکده، سر اخلاق تاثیر نکده. مشکل در عبادت تو است. اما تو روزه، اگر روزه به صورت واقعی گرفته شوه، بیشک که از ما چقدر یک انسان نیک و پاک میسازه. پس میبینیم که عبادت ها هر کدامش به خاطر نفع خود ماست که از ما یک انسان خوب جور شوه و به این خاطر خداوند فرض ساخته. وقت خداوند یک چیز فرض میسازه، معنای عزیز که بسیار مهم است برای ما، بسیار فوق العاده مهم است که الله میگه که فرض یعنی حتمی، فرض یعنی جبری، فرض یعنی خوش هستی نیستی باید این انجام بدی. بله، همین معنای فرض است، معنای سادهش بگویم آمیانه بگویم. یعنی خدای پاک که هیچ به ما احتیاجی نداره و هیچ ضرورت به ما نداره، میگه بنده ما باید حتما این کار بکنی، حتما این کار بکنی، این فرض از بالایه. ای چی معنا داره؟ این معنا داره که این کار اینقدر مهم است برای من، اینقدر ضروری است که اگر نکردم خود بدبخت ساختم. بله، ما و شما انسان ها یگان وقت که کس میگیم که حتمی این کار بکنی، حتمی این جای بری، حتمی باید این دوا را استفاده کنی، حتمی باید این نان یک دفعه تو بخوری، چقدر مزه داره، تو بیا بیادر یک لقمه حتمی بخو، یک دفعه بزیش بیبی، تو بیا تو این کار کو حتمی. چرا وقتی این گپ میزنیم؟ چه وقتی گپ میزنیم؟ وقتی که واقعا بسیار قناعت قطعی داریم که بسیار مفید است برای زمین شخص، میگیم بیا حتمی کار کو. این حال الله متعال وقتی که یک چیز میگه حتمی انجام بده، دهی چقدر مفاد هاست، چقدر دهی از هر لحاظ ثمر و فایده و خوبی است به ما. امید است که درک کنیم انشاءالله بخیر. در برنامه های بعدی ما شما زیاد داخل میشیم در روح عبادت و کوشش میکنیم که به معنای اصلیش از رمضان استفاده عظمی کنیم. به این امید شما را به الله متعال مسپارم و امید صحبت با شما در شب آینده، در روز آینده. خدا حافظ و نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله.